اینجا پایان سال عجیب 1401. سالی که گذشت پر از اتفاقات تلخ و غیرمنتظره بود. از دست رفتن جون خیلی از عزیزانمون، تورم، گرونی شدید، تا اوضاع اینترنت و فیلترینگ. دوباره سراغ اینستاگرام میگیم. از خیر اینستاگرام میگذری. صحبت میکنیم. و اینقدر عصبانی هستی که کلن اینترنت رو میبندی و گوشی رو یه گوشه میگذی. دانلود و آپلود یه عکس تو واتساپ هم به سختی انجام میشه. آیا اصلا اینترنت طبقاتی تو همه جای دنیا وجود داره؟ یعنی جای مختلف دنیا وجود داره؟ سیف سرچ هم که جستجو رو تو گوگل پیچیده کرده و عملا اون چیزی رو که میخوای بهت نشون نمیده. دوباره زفت میده. میگه با شادی. پاسش بده به شادی. شادی بیا در مورد این بگه. موافقی؟ این فیلم اول نه حسی من میگرم وقتی طرف نه راحت باش. اگه اینجوری باشی تا صبح اینجا ایم. راحت باش. و اما امید. امید چیزیه که باعث میشه ما آدما دست از تلاش بر نداریم و واسه چیزی که میخوایم به دست بیاریم بجنگیم. امیدواریم امسال اون اتفاقی که هممون دوست داریم بیفته و همه چیز اونجوری که دلمون میخواد پیش بره. مرسی از تک تک شما رفقا که امسال هم تو این سال سخت همراه زومیت بودید و بهمون انرژی و امید دادید. بچه ها این ویدیو رو با ما همراه باشید. این ویژه برنامه نوروزی زومیته و میخواییم با برای بچه های زومیت گپ بزنیم، حرفاشون رو بشنویم، مسابقه داریم، تازه جایزه هم داریم. بله، جوایزی که دارن بچه ها دونه دونه میارن. سه تا از در واقع کاربرهای سایت و سه تا از برای بچه هایی که زیر همین ویدیو داخل یوتیوب کامنت بذارن برنده این 6 تا جایزه میشه که الان تکمیل میشه. حالا در دیسکریپشن ویدیو بیشتر بهتون توضیح میدم. خلاصه که این ویدیو رو تا انتها با زومیت همراه باشید. بیق 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 بیق. سلام. رسید؟ تشنه؟ همه تشنه؟ تشنه، آب، آب تشنه، نخندیم بابا چرا؟ تلفن، ادای تلفن در بیاد، یعنی اینجوری کون، تلفن کون؟ چی میکنم؟ بله، بله، بله آه، خب، گوشی، باید یادت میفته، اه خب آقا مسعود اینجاست. سلام علیکم آقا مسعود. حال شما خوب هستین؟ سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. منم سال نو رو به همه تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی واسه هممون باشه. ان شاء الله. آقا مسعود، من اولین سالی که دوست دارم در موردش حرف بزنیم این سالیه که گذشت. خب سال خیلی سختی بود، از اوضاع اینترنت و فیلترینگ بگیر تا سختیایی که خودمون تجربه کردیم. یکم از سختیایی که زومیت گذروند بهمون بگو. والا سالی که گذشت همونطور که گفتیم فکر میکنم سخت‌ترین سالی بود که من خودم حداقل تو زندگی کاریم تجربه کردم. مشکلات خیلی زیادی داشتیم ما از وقتی که اینترنت قطع شد. خب ما هم مثل خیلی از شرکت‌های دیگه درگیر شدیم، متضرر شدیم، مخاطبمون از دست دادیم، مثلا اینترنتی وجود نداشت که مردم وصل بشن. ولی کنار همه اینا خب حال همه مردم هم خیلی بد بود، یعنی جدای از اون یه سری ها عزیز از دست دادن، یه سری مشکل ها اینجوری پیش اومد. در کل میتونم بگم که خیلی خوشحالم که ساله داره تموم میشه، چون امیدوارم که سال جدید حال هواش متفاوت بشه. امیدوارم، منم امیدوارم که ایشالله سال جدید حداقل مردم به یک سری از اون درخواستایی که اینقدر بلند فریاد زدنشون برسن. ایشالله. اما اصلا حالا بین این همه ویدیویی که ما امسال تولید کردیم، خود کدوم بیشتر از همه دوست داشتی؟ من همه ویدیوامونو میبینم و همه رو نه با این بچه ها نمیدن، ولی ویدیوهای مربوط به کلن هوش مصنوعی رو خیلی دوست داشتم. از بین اونا ویدیوی میدجرنی که اتفاقا کمتر دیده شدم من از همه بیشتر دوست داشتم. آره، ویدیویی بود که من و کیوان در مورد هوش مصنوعی تصاویر صحبت کردیم، دالی هم اتفاقا در موردش حرف زدیم. خیلی ویدیوی باحالیه، من پیشنهاد میکنم حتما اونو ببینم اونایی که ندیدن. دم شما گرم آقا مسعود. مرسی که ما بودیم. سال خیلی خوب باشه. ربات کارگردان در استودیو، سایت تکنولوژی در تهران 1955. باورتون میشه تمام این تصاویری که الان دیدین و ما به کمک هوش مصنوعی ساختیم؟
یک اکانت اوپن ای آی بخرم با همون بین لاگین کنیم انتی دلیم، یعنی از صفر ماجرا من اصلا میخوام اینو الان اصلا از ازش از ازش استفاده کنم. همین برادر نیوتن رو بزنیم ببینیم چی. آره این انیشتین نیست آی کمرم آدی جا نمیگ بمونیم از این برد خدا مخواست زود بره هیچ کس تو این شرکت نمیتونه زود بره. قومت دیگه نیست خب ما واسه بچه های مسابقه هم در نظر گرفتیم، توی دوتا گروه بچه ها تقسیم کردیم که اینجا گروه شماره یک رو میبینیم. اول با بچه ها آشنا بشیم. عمو جون اسمت چی؟ شادان غمگسار هست. بله شادان، نویسنده سایت. خانم فرناز عرفان هستم. حال شما خوب هستین؟ سال نو تو مبارک. سال نو شما مبارک باشه. خب قبلا گفته بود. خب الان بگم سال نو شما چه؟ ممنون. خانم بهناز کشاورز. بله بله خیلی خوشبختم قربونه شما. سالاتون ابدا. نه اونا رو من بهت میگم کارش چیه فعلا بذار. شما خیلی بیش فعالی ها. خواهش میکنم خواهش میکنم. خوب هستین شما؟ اسمت چیه؟ قربونتون بفهم بفهم. من نادر هستم. خواهش میکنم. سنم یکم بالا. چند سالت همونجا؟ شاید باورت نشه 36 تا. من پس من برم. نه یه دقیقه بیا. چون فکر نمیکردم. من استرس دارم. استرس اون قضیه که بهم گفتی. آره استرس دارم. 10 دقیقه تمرین کنی میریم اونجایی که بهت گفتم. قول میدم. ببین استرسم خیلیه ها. بعد مگه تو میکروفون نداری؟ چرا میکروفون میبری؟ دو تا میکروفون میذاریم برای تکمیل فرآیند. آفرین. چی فرآیند چی؟ فرآیند پاسخگویی. مرسی ممنون. صدامو ضبط میشه؟ بله بله. بر رسیدگی به شکایات. آره متشکرم از شما. بچه‌ها ببینید. نداره نه. ببینید روند بازی اینجوریه که من از شما چند تا سوال میپرسم. جواب این سوالات یا بلس یا خیر. با استفاده از اون کارتایی که تو دستتونه بله و خیر به ما نشون میدین و حالا در ادامه اگر سوال دیگه‌ای هم داشتم ازتون میپرسم. بله. سوال اول. به نظرت رقاص خوبی هستی؟ فقط شادان خوب نیست؟ بعد نشون بدین ها. آقا ناده شما سبز رو بالا بگیر. من از دوستان پشت صحنه خواهش میکنم که تست رو بگیرن. لطفا موزیک رو بذارن. آقا نادر بیا وسط. ریز میایا. آقا نادر بیا. نمیتونه نمیتونه یه جا بشینه. خب سوال بعدی. به نظرت خوشتیپ ترین آدم دفتری؟ او جوابا وای 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 وای. میریم سراغ خوشتیپ ترین آدم دفتر. خانم کشاورز حال شما؟ قربون شما. دلیل انتخابتون چی بود؟ خب من شما میپرسم آیا نیستم؟ چقدر لاغر شدی؟ خب بریم سراغ سوال بعدی. تا حالا شده تو شرکت بری ببینی کسی ناهارتو خورده؟ جواب میخوام بابا مگه میشه؟ خب تو شرکت تا حالا برات پیش اومده بخوای کسی رو بزنی بکشیش؟ بابا چقدر شما خشنید. دیر اومدناتونو ماسمالی میکنید؟ چه جوری ماسمالی میکنید؟ ببینم اصلا کسی ماسمالی میکنه؟ جواب خب دو نفر داریم شما با چی؟ ترافیک. یعنی همیشه جواب داده؟ آره چون آخه خود HRمون هم معمولا تو ترافیک گیر میکنه و از کرج میاد. چه جوری؟ متدت؟ آها اینقدر طول میکشه بفرم. شما اولین کاری که میکنین این که باید یه زمانی بیاین خب که بدونین کسی مثلا یا همه دارن کار میکنن یا کسی حواسش به شما نیست، بعد ترجیحاً دم در وای میسین، زنگ نمیزنین تا یکی بیاد، پیکی کسی بیاد در که وا شد اینجوری سوسکی. من استرس دارم ها. خدا رو شکر شانس آوردیم از بابت استرس داشتن. شما الان واقعا ماسمالی رفتی واسما. ممنونم ازت. سوال آخر. خوب گوش کنیم این سوال. تا حالا پیام اشتباهی واسه کسی توی تیمز فرستادی؟ خب جالب شد. آقا نادر نه شما یه پیش شما نمیاد. تعریف کن چی بوده؟ میشه تعریفش کرد اصلا؟
تعریف که داشتم پشت سر یه بنده خدایی حرف می‌زدم، بعد واسه خودش فرستادم. ذکر خیرش بود. آره ذکر خیرش بود. داشتم آره. پس سین نکرد. زحماتش داشتم تشکر می‌کردم. معلومه اصلا از فرم چهره کاملا مشخص. خیلی جالب شد. خیلی جالب شد. آنادر داری چی کار می‌کنی؟ اون امتیاز نداره. نه نه نه. این داره. این چرا چرا چرا؟ خب تعریف کن برامون واسه کی فرستادی میشه؟ من نه. اون شخص واسه شما فرستاد. نه اصلا دو نفر دیگه واسه هم دو تا پیغام اشتباه فرستاده بودم. الان پس شما اینجا چیکار می‌کنید؟ می‌خوام داستانش تعریف کنم. خیلی کوتاه. خیلی کوتاه. یه بنده خدای ایمیل کاری اشتباهی به یه کمپانی دیگه زده بود به جای اینکه به اون یکی کمپانی بزنه. بعد اون یکی کمپانی چیکار کرد؟ قطع کرد رابطه‌شو. این کمپانی چیکار کرد؟ هی نفهمید دیگه چون گزارشو نگرفت اونم قطع کرد. اون آقای چیکار کرد؟ اون نمی‌دونم. مرسی. خب حاج آقا ایسالو اینجاست. چه نام حاج آقا؟ شاه ملک لافتا. بسم الله الرحمن الرحیم. پفک بزن حاج آقا. قربت برم. سال نو مبارک. سال نو شما هم مبارک. مخاطبان سال نو زومیتیا هم مبارک. بله. اینجا نگاه کنم. بله. امیدوارم که این اتفاقات ناخوشایند یک سال گذشته به حال به یه خوشایندی و یه شیرینی ختم بشه ان شاءالله. بعد 5 تن مرتاد بین این همه سناریویی که امسال زحمت کشیدی نوشتی خودت بیشتر کدوم رو دوست داشتی؟ به نظرم سناریوی زفیروس جی 14 لپتاپ 14 اینچی ایسوس یه تعادل زیبا. آره یه تعادلی بین زامبیگری خودم و چیزی که کیوان میخواست بتونستم ایجاد بکنم. آره چون کیوان میگه خیلی تخصصی نباشه، من خیلی تخصصی دوست دارم. یه خود متعادلش از اینا رو داشت. آره. اینو بیشتر دوست داشت. بعد حالا این همه دیوایس اومد تو دفتر زومی، خیلیش خودت بررسی کردی، بین این همه دیوایس خودت کدوم بیشتر دوست داشتی؟ کدوم دلتو برد؟ حاجی آقا پیکسل 7 پرو. به خدا اگر نمیگفتی من میگفتم مادر بگرید از این دستگاه. واقعا فوق العاده بود. آره. چه چیزی از پیکسل 7 پرو رو بیشتر دوست داشتی؟ کدوم بخشش به نظر انگار توش کره ریختی. کره. اصلا میگرفتی دسته چرب بود. هم خودش هم رابط کار بریش. پنجره ها قشنگ میلغزیدن رو هم سر میخوردن. خیلی خوب. خلاصه که دمت گرم. ان سال خیلی خوبی داشته باشی. ممنون. ان شاءالله که خوب باشه. این یه گوشی خیلی خاصه، هر کسی هم یه نظری راجع بهش داره. من خودم خیلی باهاش حال میکنم. مهرداد که اصلا زامبیشه، شبنم ولی خیلی فنش نیست، ولی هممون سر یه چیز هم نظریم. آقا این خیلی روونه، خیلی درست. گوشی خودم بود، نگران نباش، گوشی خودم بود. این درس ها رو کجا خوندی؟ میکرد داره به شخصیت سایکلاپس ژاپنی شما بلدی محمد جان؟ بله بله. ولی بعدش گرم شد. مرسی. مراقب خودتون باشید. دمتون گرم و خیلی مخلصیم. خیلی خوب رسیدیم به تیم دوم. چهار نفر تیم دوم با هم دیگه مرور بکنیم. امیرعلی ندایی از تیم سو. این خیلی ساوند افکت زیبایی بود. ممنونم ازت. هم تیمیت تارا تیموری از تیم سو، مریم خاکسار ویدیو ما، البته تصویر برداری و کلی کار دیگه. ببخشید من سعی رد شدم. کلم کلیم هستن از تیم ویدئوی زومجی. دوستین چی کارشین؟ لاستیک فروش. مرسی. رضا حیدری از تیم زومجی که تصویر برداری و تدوینگر زومجیه. بچه من سوالا رو ازتون میپرسم سری و امیدوارم که صادقانه بهش جواب بدین. سوال اول، ساز میزنید؟ بله بله و خیر. رضا جان شما چه سازی میزنی؟ لاستیک فروش. آه ساز لاستیک. من نه، من ویولون میزنم. ویولون بعد بزنی ها؟ نداریم اینجا. ما اینجا اینسرت میگیریم میذاریم. باش. اوکی. کومی زارم رو دوشم، رخت هر جنگو میپوشم، موج از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمارم دونه به دونه. اگه چشمات این از سوال اول
نه نه من اوکی میکنم. خب سوال دوم، آماده این؟ تا حالا توی کار صوتی عجیبی دادی؟ بله. سه بار. اوه همه. تارا شما بگو. من یادم نیست ولی یادم صوتی عجیبی دارم، چون جمعشون کردم اینطوریه که الان به خیر گذشت. ولی جمع شده به خیر گذشت. آره مگم تو هم به ما بگی که مشترک مثلا میکروفون مشترک بهتون. شما تعریف کن. آره این چیز بود، الن رینگ پریویوش اومده بود داشتیم بازی میکنیم، بعد ساعت 7 هم تموم میشد تایمش، ما 5:30 شروع کردیم ضبط، علی گودرزی نشست، میثم نشست، گرفتیم یه 5 دقیقه آخرش بشن خداحافظی میکنم، من رو مریم فهمیدیم که صدا ریکورد نیست. پس هم نمیدونستیم که قراره این دیگه ساعت 7 تمومه و خیلی اتفاقات خوبی نه کم درد داشت. اینجوری بود که من گفتم رضا صدا رو تو قطع کردی؟ گفت نه. گفتم اصلا زدی؟ نه من فکر کردم تو زدی. منم گفتم من فکر کردم تو زدی. آره همچین اتفاقی هم من روز سومه اومدنم به زومجی افتاد، یعنی ریلود داشتیم اونم همچین 2 ساعت ضبط شده بود سارا آرایس نادر، بعد آخرش گفتم بچا صدا ضبط نشد دوباره میریم، یه جوری ستاشون ریختن سرم که بعد اون روز سومت هم بود. روز سوم خیلی شوره پرقدرتی داشتی رضا جان. گفتی روز سوم بریم سراغ سوال سوم، اون چه ربطی داشت نمیدونم، ولی رپ کردن بلدی؟ ریت فرق ریت بزنم؟ آره اینجا زومیته، یعنی سایتی که هرچی توش هست مربوط به تکه، مودم امرا، گوشی مکبول، کنسری، حتی گجت های روزی که تو بازار نی، تو بخش محصولات میکنی مقایسه همه قیمت ها رو تا ببینی که عادله، یه آپشن داریم خیلی باحاله، میتونی نمودار بگیری سالانه، از تغییر نجومی قیمت ها انقدر بالا پایین داره اصلا نگم برات، مثل مجلمون پر از مطالبه، مثل راهنما، بررسی، مصاحبه، با تلاش های تحریری و تیم سئو روند کاری سایت. خب خانم اسلامی اینجا، سلام علیکم، حال شما؟ سلام علیکم، نوروز شما مبارک، نوروز همه زومیتی های عزیزم مبارک باشه، امیدوارم که سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. امیدواریم. خانم اسلامی، سالی که گذشت، خب حالا با آقا مصطفی در موردش گپ زدیم، با حال داستان اوضاع اینترنت و فیلترینگ و اینا رو خودتون بیشتر در جریان، یکم از این فیلترینگ عجیبی که تجربه کردیم بهمون بگید. والا پارسال سال بد بود. آره. بره دیگه بر نگرده. آره تجربه که کاربرا توی این مدت داشتن فکر میکنم که منحصر به فرد بود و تا این زمان ما هیچ وقت اینطوری اختلال و فیلترینگ و اینا نداشتیم. همون موضوعیم که میگم دیگه تو سال جدید به قول شما بره و دیگه بر نگرده. حالا چقدر آره. ویدیوی ما رو دنبال میکنی خواهم استم؟ چیزی اصلا ازش یادت هست؟ غیر از مال خودمون خبرهای داخلی. خب حالا بین اون اخبار داخلیه بیشتر کدوم تو ذهنتونه؟ ما زومکستی که برای اینترنت طبقاتی کار کردیم خود من فهم میکنم که خیلی خوب بود، چون اصاره چندین گزارشی بود که ما توی مدت درباره اینترنت طبقاتی کار کرده بودیم و منتشر شده بود، محصل شد اون زومکست که فکر میکنم خیلی واضح و روشن برای همه توضیح دادیم که اون چیزی که الان داره اتفاق میفته و دولت مردا خیلی ازش دفاع میکنن و حمایت میخوان بکنن چه بلایی پدرمون داره در میاد. راستش همین ویدیویی که الان دارید داخل یوتیوب ببینید رو ما با کلی دردسر آپلود میکنیم، یه دونه ویدیو میخوایم بزنیم نمیتونیم، یا حالا اون کسی که یه کسب و کار کوچیکی داخل اینستاگرام داره دردسراشو داره تجربه میکنه، اکثر سایتایی که ما منابع اون ازشون میگیریم یا اونا ما رو فیلتر کردن یا دوستان زحمت کشیدن بستنشون. میگم یوتیوب که اصلا چه میدونم پورنوگرافی اینا که اصلا به شدت توش بسته، وقتی هم باهاشون سوال میکنم مثلا میگی فلان چیز بسته است، نه بسته نیست، چند روزه 4 ماهه نمیتونه کار بکنه، چرا متوجه نیستی؟ نه بسته ما فقط 2 تا چیز بسته، اینستاگرام و واتساپ،
یه دونه وی پی ان. از بچه‌ها مثال می‌زنن، میگن ما اینترنت کودکان رو جدا کنیم، این یکی از مثالاشه. پس همه چی رو ببندیم محکم، چیکار بکنیم؟ بعد بره صف وایسه که تو بهش اینترنت طبقاتی بدی؟ خب نمیخوام طبقاتی. رانت دیگه، اون رانت هست که فساد میاره. من بالغ و چرا باید تصمیم بگیرم؟ اصلا شما اینو بهشون بگیم، میگه ما همه اینا رو داخلی بهشون میدیم. این رانت که هممون منتقدشیم، هممون رو عصبانی ناراحت میکنه، میتونه در همین حد باشه که به ما یه اینترنت آزاد تری بدن، یه سطح دسترسی به همون بدن. سلام علیکم. سلام علیکم. مرسی. سال نو مبارک. سال نو شما. سال نو همه مبارک. مرسی. چه خبر ها؟ سلامتی. ندیفی؟ خدا روش. آقا بهترین اتفاق 1401 سریع بگو. بهترین اتفاق از سال 1401 حضور بیشتر خودت توی ویدیوها بود. ورود هادی به مجموعمون بود. بله، هادی که تو پشت صحنه هستن. و به نظرم که سال خوبی بود برای ویدیو به نظرم. یعنی ما خیلی بیشتر شکل و ساختار پیدا کردیم و تیم بیشتر معنای تیم. آره، ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری برای مخاطبین تو. آره، امیدوارم که از نظر مخاطبین هم همینجوری بوده باشه. و یه سوال دیگه دارم. بین این همه ویدیویی که ما تولید کردیم امسال، کدوم بیشتر از همه زمان بر بود؟ پروسه تولیدش، تدوینش، هر چیزی که فکر کنید. زمان برترین ویدیوهایی که ما ساختیم کلاً اسمبلا بوده. آره. که یکیش هم همین دیشب منتشر آره. کردیم و واقعاً طاقت فرسا بود. ولی یه ویدیوی به نظر ولی اطلاعاتی که آره اگه 0 تا 100 تو یک ساعت تقریبا اگه ار بخوان وقت بذارن روش و ببینن، واقعا اطلاعات خوبی از حمید میتونن دریافت کنن. ولی شخصا میدونم ویدیویی نیست که خیلی همه بخوان ببینن و همین اینجوری مثلا تفریح کنن. چیزای خاص خودشو داره. آره، مخاطب خاص خودشو داره. دمت گرم. چیز دیگه هست بگو. متشکرم. سال خوبی داشته باشی. چون پفکامون من باید برم پشت سر. سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم مهمترین کارهایی که بعد از اسمبل سیستم باید انجام بدیم رو با هم یه مرور بکنیم. سلام به همه دوستای زومیتی. برید اون من نبینم، خندت رو نبینم. شما اینجا بخواهی بشینید هم از استرس دارم من. آقای جعفری این نگاه میکنه انگار داره با یک خب خیلی لفتش داری میدی. واقعا راضی نیستم از اون کسافت. من تو تصویر هم محمد ها؟ نه بابا ما افا چلدم باید افا چلدم میگیزم کار حالا در این سمت راست زبان انتخابگر زبان فارسی و انگلیسی اضافه شده. سری باش فقط دیگه، اگر میخوام اینقدر لف بدی بگو منو محمد بدونی. خب من نمیبینم. میفهمی؟ نمیبینم الان چی نوشته. بیا اینو بده بوش. بگیرینو خجالت بکش. اگه سوالی هم داشتید تو بخش کامنت ها بپرسید، بنده پاسخگوی شما خواهم بود. خدا نگهدار. خب دیگه تایم کاری هم تموم شده، دیگه آخرای ویدیو ما هم هست. ما اینجا محمد رو داریم که باش صحبت نکنیم. ما محمد چطوری؟ همش مشغول چک صدا بودیم. سلام علیکم. سلام علیکم. زدب دارم خدمتتون. سال نو شما مبارک. چه آرزویی داری برای ما؟ من و آقای ایسالو، آقای ایسالو، ما سال آینده یا آرزویی که داریم امضایی رو قراره ببینیم. ایشالا اگر به حق پنجتن حاج آقا اون امضا ایشالله. همون آرزو شما داشته باشی کفایت میکنه. هادی جان بیا عزیزم. ایشالله هادی جان شما همش داشتی زحمت میکشیدی. خب نه شما نه بابا، خواهش میکنم. مرسی، ممنون. هادی جان تبریک میگی سال نو رو به رفقای. بله، نوروز به همه شما تبریک میگم. امیدوارم سالی پر از اتفاقای خوب برای کشورمون باشه. ایشالله. نه عزیزم، مرسی. پیام خاصی برای مخاطبانه؟ نه، خیلی کافی بود. شما دش ببینم پلوخوری هست. آه افتخاره.
بچه ها دمتون گرم که تا آخر شما همراه بودین. یه بار دیگه ازتون تشکر میکنم که امسال همچنان همراه زومیت بودین. امیدوارم که سال بعدم شما رو در کنارمون داشته باشین. من و تمام رفقا اینجا از شما خداحافظی میکنیم. سال نوتون مبارک. خداحافظ.